پس به عنوان نماینده سینمای ایران برای رقابت در رشته اسکار بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب شد. به گفته سخنگوی هیئت معرفی فیلم ایرانی، این فیلم نرگس آبیار از بین 4 فیلم انتخاب شده است. بهار، نادر، کمال و مریم، کودکانی که با پدر و مادر بزرگشان در دهه 50 نفس می‌کشند. در دنیای کودکانه خود روزهای پرشکوه انقلاب اسلامی را می‌بینند و تلخ و شیرین‌های 8 سال دفاع مقدس را می‌چشند. داریم یک تاریخی از یک مملکت رو روایت می‌کنیم از نگاه یک کودک. فیلم سینمایی نفس دومین اثر خالق شیار 143 است. فیلمی که در سال 94 تهیه شد و آبان 95 به اکران عمومی درآمد. با حس واقعی آدم بازی می‌کنه. واقعا زندگی بود. خیلی قشنگ. بچگی خودمون رو زنده کرد. همین که اون دنیای اون بچه خیلی واسم جالب. در این فیلم نمادهای دینی و ملی همچون عزاداری‌های سنتی در قالبی هنرمندانه به تصویر کشیده شده است و کارگردانی و هنرنمایی بازیگرانش تحسین بسیاری از صاحب نظران را برانگیخته. خانوم شبنم مقدمی برای فیلم‌های نفس. وقتی که من شدم اولین کسی که انتخاب شده، دهن من از هیجان زیاد وا موند. احساس می‌کنم یک کار خوب اتفاق افتاده. آدم‌دزا. این فیلم که از نگاه کودکان حرف‌های جدی را در دل خود جای داده است، تا کنون در 30 جشنواره بین المللی شرکت و جوایز متعددی را از آن خود کرده است.